خب بریم زورت مکزیکی درست کنیم به روش بازاری ها البته اونا توی بخارپز درست میکنن و ما روی گاز و با قابلمه پنجاه گرم کره رو بندازید داخل قابلمه شوله رو کم کنید که کاملا ذوب بشه به آویشن، پودر سیر، فلفل، نمک و پاپریکا نیاز داریم هر کدوم یه قاشق چای خوریم قارچ های اسلایس شده رو بریزید داخل کره و سعی کنید که خوب سرخ بشه و اصطلاحا تفت بخوره و با هم مخلوط کنید عدوی ها رو همچنین بریزید روش رو کاملا هم بزنید تا اینجا قارچ ما کاملا تمدار شده با کره و ادویه ها حالا نیاز هستش که از کنسرو ذرت شیرین یا ذرت های شیرینی که به صورت فله سبزیجات آماده ها میفروشن 300 گرم به موادمون اضافه کنیم خب خوب باید هم بزنیم و اجازه بدیم که یه جورایی این کنسرو ذرت ما با قاچ کره و ادویه ها به خورده هم برن و یه جورایی کاملا پخته بشن البته که کنسرو ذرت آماده پخت هستش ولی میخوایم در حد 7 8 دقیقه با مواد دیگهمون هم کاملا پخته بشه بعد از حدود 7 تا 8 دقیقه نوبت میرسه به اضافه کردن پنیر پیتزا میتونید از پنیر تاپینگ هم استفاده کنید من اینجا تقریبا 120 گرم هم پنیر پیتزا اضافه کردم شعله رو متوسط نگه دارید کم کم پنیر پیتزا زوب میشه و با هم زدن شما به خورده مواد میره بعد از تقریبا حدود 30 تا 40 ثانیه میبینید که نظرات مکزیکی شما کشدار میشه بافت خوشکل کشداری پیدا میکنه و دیگه بافتش رو میبینید داخل ویدیو میبینید که خیلی اوکی و خوب هستش واقعا غذا یا میان وعده یا یک دسر خیلی خوشمزه هستش حتما ازش استفاده کنید میتونم بگم که شاید از غذاها یا دسرهای سالم هم باشه اگر پنیر پیتزا رو یکم فاکتور بگیریم و یه مقدار کمش رو استفاده کنیم و کم چربش رو میتونم بگم واقعا چیز سالمی هستش وقتی خوب پنیر پیتزامون هم،, هم زدیم و کاملا به خورد مواد رفت حالا نیاز داریم که دو قاشق غذاخوری سس ماینوز به به این موادمون اضافه کنیم خب برای رنگ و تعمش هستش این سس بعضی ها میخوان این رو فاکتور بگیرن اضافه نمیکنن اوکی هستش سلیقه هستش سس سلیقه هستش من کاملا اضافه میکنم دو قاشق غذاخوری رو هم میزنم و ببینید که ذرت مکزیکی ما آماده هستش اجازه بدید یک دقیقه روی شعله بمونه که مزه خامی سس کاملا از بین بره و بعد از اون ذرت مکزیکی شما به روش بازاری آماده هستش میتونید بریزید داخل لیوانهای کاغذی استلاحن و سس بزنید و نوشه جان کنید ممنون میشم که اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید سوالی اگه بود میتونید کامنت کنید من بهتون زیر 48 ساعت جواب میدم خدا نگهدارتون